و نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود تقدیم به شما دوستای خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجا که زندگی میکنید، در هر گوشه از جهان پهناور خدا که هستید و در این لحظه برنامه خودتون، برنامه زنده روشنا را تلویزیون جهانی هادی میبینید. انشاءالله همیشه صحتمند و سلامت باشین. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما که برنامه خودتون را انتخاب کردید برای نگاه کردن. امیدوارم که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. عزیزان و بزرگواران، امروز شنبه است 21 اسد 1402 مصادف با 25 ماه محرم که بنا به روایتی مصادف است با سالروز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام. خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. اما بدون فوت وقت به سراغ کارشناس محترم برنامه، مهمان خوب ما خانم حسینی بزرگوار برویم. سلام علیکم خانم حسینی، بسیار زیاد خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و بینندگان عزیز. انشاءالله که آغاز هفته خوبی با شروع کرده باشه. انشاءالله. بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. اما بینندگان محترم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه از طریق واتساپ و همچنان از طریق تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید. نظرات خودتون، انتقادات و یا پیشنهاد اگر در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه مطرح میشه دارید، با ما به اشتراک بگذارید. اگر که کدام سوال از کارشناس محترم برنامه حتی همین الان هم دارید، میتونید که سوال خودتان رو در این لحظه برای ما بفرستید. انشاءالله سعی میشه در همین برنامه به سوال شما عزیزان پاسخ دادم. شب برنامه به صورت لایو از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی هم پخش میشه. برنامه گذشته رو هم میتونید که در طریق همین سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنین از طریق دیگه فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات ببینید. انشالله استفاده بکنید، نظرات خودتون رو برای ما بمانید. بسیار بسیار ما رو خوشحال میکنید. اما موضوعی که در این برنامه کارشناس محترم برای ما و شما تدارک دیدن مرتبط به این حس و حال این ایام و این روزها که ایام و در واقع در ماه شهادت حضرت امام حسین علیه السلام هستیم مرتبط از به این مسئله و نکاتی که میشه مطرح کرد، چون همونطور که ما و شما میدانیم عزیزان، ایام عاشورا، ایام شهادت و عزاداری امام حسین علیه السلام برای ما و شما بسیار مهم است، تاکید بسیار زیاد شده. اما نکته ای که باید به او دقت کنیم است که نه تنها تأکید شده برای که ناراحت باشیم نسبت به واقع تاریخی که از سر نواسته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته و در واقع شهادت ایشان و اسارت خانواده ایشان، نه تنها این حزن و ناراحتی برای ما مهم است، بلکه نکات و درس هایی که میشه از این واقع گرفت و در واقع آموزه هایی که میتونیم دریافت کنیم از کنش ها و واکنش های امام ما و خانواده محترم ایشان میتونه برای ما درس زندگی باشه، میتونیم در زندگی استفاده بکنیم. خانم حسینی عزیز، شما در این زمینه برای ما و بینندگان محترم ما چی دارید؟ بله، بحث امروز عزت نفس و عزتمندی در نهضت بزرگ عاشوراست. بله. همونطور که شما اشاره کردین، خود عاشورا یک درس بزرگ برای همه انسان‌ها در همه اقشار و همه زمان‌ها و همه اقوام و مذاهب داره و همو خاطر باید بسیار دقیق باشیم تا بتانیم یک پیرو واقعی باشیم. یک تعریف داشته باشیم از عزت نفس. عزت نفس اولین مهمترین درس و مهارت هست که در مهارت‌های زندگی در روانشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که پایه شخصیتی یک انسان است. یک انسانی که در کمال رشد و شخصیت والا از هر جنبه در خانواده و جامعه برسه، قبلش باید دارای عزت نفس باشه. و این عزت نفس یعنی چی؟ عزت نفس یعنی دوست داشتن خود، احترام به خود یا حرمت نفس. کسی که به خودش احترام میذاره، کسی که خودش دوست داره، کسی که خودش عقایدش، نظراتش باور داره، کسی که به توانمندی خودش اعتماد داره و در یک کلام کسی که خودش رو قابل احترام، قابل ستایش، قابل تقدیر میدونه و یک انسان مؤثر هست برای خانواده، برای شخصیت خودش و برای جامعه. خانم حسین، نقطه مقابلش قابل تصور است، چون
مثلا دوست داشتن خود یک امر فطری است. من فکر میکنم همه انسان ها خودشان را دوست دارن. بله، همه انسان ها خودشان را شاید دوست داشته باشن و گاهی اگر به این عزت نفس نرسیده باشه که یک سری عوامل باعث میشه که عزت نفس کسب نکرده باشه یا تقویت نکرده باشه و برعکس کاهش پیدا کرده باشه، دچار این خلل باشه. کسانی که شاید خودشان را دوست نداشته باشه و این احساس بکنه که من یک انسان غیر مفیدی هستم، یک انسانی هستم که هیچ اثر مثبتی بر جامعه نمیگذارم و هیچ توانمندی ندارم، هیچ جذابیتی ندارم، هیچ ارتباط خوب با دیگران برقرار نمی کنم و این خودش میتونه یک عیب باشه که البته اکتسابی است و قابل راهکار درمان و ای که تلاش بکنه و عزت نفس را به دست بیاره. اگر خانم حسینی یک نفر عزت نفس نداشته باشه، از کجا دیگه افراد متوجه میشن که عزت نفس نداره یا خودش چه رقم متوجه شدن؟ خب، افرادی که دارای عزت نفس نیستن افرادی هستن که بسیار ضعیفن در هر کاری، حتی من میگم در گپ زدن، در ظاهر شدن، در ارتباط با دیگران، ای که حتی با خودشان یک رابطه خوددوستی چون با خودشان ندارن، حالت دمدمی مزاج باشه، حالتی که بسیار تندخوی باشه، زود عصبی شوه و حالتی که بسیار به کار دیگران نظر داشته باشه و دنبال عیوب خود و دیگران میگرده یا در واقع خودشون را مقایسه میکنه و ایره خودشون در کلامشون، در رفتارشون و در حرکات بدن نشان میده که خب من یک انسان بسیار ضعیف هستم، من یک انسان بسیار بی‌کفایت هستم، من که هیچ وقت دوست داشته نشدم، من که دیگران از من خوشش نمی آیه. اگر در یک جمعی وارد شوه، خب او در او جمعی حس میکنه که دیگران از حضور ازی خوشحال نشدن، احساس میکنن جذابیت ندارن، احساس میکنن که تمام کارهایی که انجام میدن نقص دارن، احساس بدبینی نسبت به دیگران داره، احساس ای که فکر میکنه همه با ای دشمن هستن، همه با ای حسادت میکنن، همه ای رو خوش ندارن و یک جورای خود از جامعه میخواین ترد بکنن. ما برداشت ما خواهم حسینی معمولا چنین فردی است که او یک نفر خودخواه هست، خودش رو بسیار دوست میداره، پس چنین نگاهی به جامعه داره، پس کاملا برعکس است چون خودش رو دوست نداره. خودش دوست نداره، یه احساس کمبود و کم ارزش بودن داره، احساسی که در یک جمعی که دیگران بسیار با هم رابطه صمیمی داره، در یک جمعی که از هر لحاظ رشد کرده باشه، این جرأت نداره که در او جمع وارد و چرا که خود بسیار احساس کوچکی و حقارت میکنه و ای که میگه شاید من لایق و همنشین با این گروه خاص نیستم، احساس ضعف درونی داره، من میگم یک نوع غم درونی داره، یک نوع افسرده خویی داره، یک نوع که من هیچ ارزشی ندارم، من مفید نیستم، کاری از دست من بر نمیایه. ممکنه خانم حسینی یک رقم شوه که یک نفر به صورت کاملا ناخودآگاه این رفتار از خودش بروز بوده، یعنی وقتی از خودش پرسان کنی تو خود دوست میداری، احساس کنه که بله من خود بسیار دوست میدارم، ولی در رفتارهایش چنین کاری را از خودش بروز میده. حتی کسایی که عزت نفس نداره در کلامش هم ندارن، در کارشون هم نداره، در عملشون هم نداره و ای بسیار مشخص است که از عزت نفس پایین برخورداره، چرا که او ارتباط مؤثر نمیتونن با دیگران برقرار بکنه که باز گفتیم ای عواملی سبب ای به وجود آمده که شاید او طرف فکر نکنه که من عزت نفسی ندارم، فکر میکنه همه جهان با من دشمن است، همه سر جنگ و ناسازگاری با من دارن، شاید هم گاهی فکر بکنه که من خوب هستم اما دیگران بسیار بده، دیگران سر ناسازگاری با من داره، دیگران مرا خوش نداره، دیگران کار مرا نمیپسنده و کار من ناقصه و همیشه ای احساس ضعف داره، چرا که شناخت خود نداره. شخصیت خودش نمیشناسه، نمیشناسه که در این جمع که من وارد شوم خب بر اساس نیازمندی ها و توانمندی های ما هست یا نه، این قشر میتونم با رفت و آمد داشته باشم، شاید در تشخیص
ارتباط و شرایط بسیار ناقص عمل میکنه و ای باعث میشه که احساس بیکفایتی را همیشه داشته باشه. و چقدر احساس رنجاور است. مثلا در تمام زندگی خودش این حس را داشته باشه، مانع بسیاری از اموری میشه که مانع بسیاری از موفقیت ها در زندگیش بله میشه. بله، و ای که همیشه خود مقایسه میکنه با دیگران. یکی از عیبش ایست که خب مقایسه میکنه، فلانی در فلان جا رسید، فلانی فلان کار مثبت انجام داد، من ندادم، و ای باعث میشه که حس بد نسبت به خود داشته باشه، حس تنفر نسبت به خود داشته باشه. حتی از بچه های بسیار خورد که دچار عدم عزت نفس باشه، میگه کاش من به دنیا نمی آمدم، کاش که والدین مرا به دنیا نمی آوردن. حتی چرا من به دنیا آمدم؟ رواج جدا کسی که خوردم نیست، مثلا نوجوان ها مثلا پرسان میکنی، کمترین سختی که برایشون ایجاد میشه و پدر مادر خود میگه خب تو چرا مرا به دنیا آوردی؟ شاید این ناشی از همین مسئله باشه. یک ببینیم. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم، بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. خب بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتون، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی میبینید و ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم حسینی، روانشناس تربیتی. خانم حسینی بزرگوار، بحثمون در باب عزت نفس است. شما بیان کردید که بسیار بسیار مهم است که این نفر عزت نفس داشته باشه. اما خب چه چیزی باعث میشه خانم حسینی که یک نفر در زندگی خودش عزت نفس خودش را از دست بده؟ چون همونطور که شما فرمودید انسان ها همه عزت نفس دارن. بله. و فکر میکنم این دوست داشتن خود یک امر کاملا فطری، طفل که متولد میشه با این حس به دنیا میاد. چی میشه که از دست میده؟ اولین نهادی که باعث میشه یک انسان که همون طفل و نوزاد هست داره عزت نفس شوه و یا نشوه، خانواده است. رکن بسیار بسیار مهم خانواده است که با رفتار، با نوع امنیت خاطر که به طفل میده، میتونه عزت نفس او را افزایش بده و یا برعکس باشه. یک تبعیض نژادی یا جنسیت بسیار تاثیرگذار هست بر این که فرد داره عوامل عزت نفس باشه یا کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا بکنه. می که مسئله ای که بگه این دختر است کم ارزش شمرده شوه یا این پسر است بسیار او را بها بدن، و این نگاه جنسیتی هم باعث میشه که اکثر جنسیت ها، اگر نگاه روی زن باشه، زنان ما از عزت نفس بسیار کمی در خانواده برخوردار خواهد شد. و اتفاقا خانم سلیم، شما در قسمت قبل برنامه که بیان کردید که ویژگی های کسی که عزت نفس نداره فکر میکنه که همه بدخواه او هستند و خود با دیگه افراد مقایسه میکنه، من به ذهن میرسید که بین خانم ها بسیار شایع است چنین مسئله. بله. فکر میکنه خوشیم خیرخواه من است یا چه بله. نمیفهمم جاریم یا بله. کسی دیگه بله. در دور اطراف بله. مثلا همه با ما دشمن هستن. بله. شاید واقعا ناشی از همین مسئله باشه. میتونه ناشی از همین نگاه جنسیتی و همون تبعیض باشه که متاسفانه والدین و یا جامعه، خود جامعه هم بسیار روی عزت نفس انسان ها تأثیر گذار است. جامعه کوچک مثل کودکستان، مثل مکتب، دانشگاه، محل کار، شرایط و موقعیتی که او فرد در نقطه جغرافیایی زندگی میکنه، همه اینها باعث میشه که فرد عزت نفسش افزایش پیدا بکنه با برخوردها، عملکردها، نوع آموزش و نوع رفتار جامعه نسبت به این انسان. میتونه هم باعث افزایش عزت نفس شود و برعکسش هم میتونه باعث عدم افزایش عزت نفس شود. درست. گوی سن هم میتونه، اکثرا
اگر در خانواده باز برگردیم، اطفالی که مورد احترام، مورد دوست داشتن، مورد محبت و امنیت روانی باشه، خب افزایش عزت نفس داره و تا بزرگسالی. اما کسانی هستن که در خانواده هیچ مورد احترام، نوازش و محبت قرار نمیگیره، اما وقتی وارد جامعه میشه یک سری مهارت ها رو کسب میکنه. به هر حال خودش تلاش میکنه که به او عزت نفسی که نداشته برسه. پس ای هم میتونه، سن هم میتونه تاثیرگذار باشه که در یک موقعیت سنیال مکتب رفته، دانشگاه رفته، توی یک محیط کاری وارد شده و خود ای فرد بسیار تلاش کرده که عزت نفسی رو که از دست داده بوده دوباره محیط سالم باشه، میتونه ای عزت نفس داشته باشه. گوی بیماری ها هم میتونه باعث کاهش عزت نفس شود. اگر طفلی یا انسانی دچار یک اختلال روحی روانی خصوصا باشه، دچار افسردگی باشه، دچار یک نوع اختلال ضد اجتماعی باشه، ای باعث میشه که عزت نفسش کاهش پیدا بکنه، چرا که رفتاری ممکنه افسرده خویی داشته باشه، همراه با خشونت و پرخاشگری داشته باشه، دیگران طرد بشه از گروه های دوستانه و جامعه، ای هم باعث بشه که او احساس بیکفایتی و عزت نفس و ای فرد دست بده و افسرده خو باشه. یعنی اگر که ما دیدیم یک نفر ویژگی های افسرده ای داره، یک ظاهرا افسرده خوش، پس احتمالی که عزت نفس پایین احتمالش هست که دخیل هست که عوامل دست به دست هم میده که کمکش بکنه که او خود احساس بیکفایتی را تجربه بکنه که میتونه ناشی از عدم عزت نفس باشه. درسته. خب حسینی، چه عواملی باعث میشه که من به تنم خودم عزت نفس خودم را پرورش بدم و یا اینکه به عنوان یک والد، به عنوان یک مادر یا یک پدر بتونم کاری کنم که طفل من عزت نفسش پرورانده شود از دست ندیه؟ بله، خود والدین اولین کسانی هستن که میتونن طفل خود را دارای عزت نفس، دارای ارزش و احترام قرار بدن، چرا که طفلی که به دنیا آمده بسیار مورد محبت، نوازش، لمس عاطفی، حتی لمس بدنی از زبانهای عشق هست که برای کودک انجام بده و همیشه رفتار کودک رو مورد تحسین قرار بدن، همیشه اگر کاری کودک انجام میده از او ستایش شده و هر عملی را که من میگم انجام بده با احترام. حتی من میگم اگر طفل من یک طفل 4 ساله هست، ما اگر نام او را صدا میزنم با نام جان، با نام آقا، با نام خانم، فاطمه خانم، فاطمه جان، حسن آقا، حسین جان صدا بزنیم، چرا که این حس خوب و شیرین کلامی را به طفل خود ابراز بکنیم و او هم این حس را داشته باشه که من چقدر عزیزم، وقتی من جان هستم پس من بسیار مورد محبت والدین خود قرار دارم. و این رفتار والدین که همراه با احترام هست، خب مثل که ما نمونه های بسیار بارز عملی داریم در دین خودمون، پیامبر سلام الله میگن دست حضرت زهرا رو بوسیده، در صورتی که پدر بودن، پدری که حالا ما گذشته از اینکه پیامبر بودن رهبر یک امت بودن، یک پدر بوده که دختر خودش رو مورد محبت قرار میداده با ای احترام که دست او را میبوسیده و ای بسیار ارزشمند. نمونه های الگویی کامل و خوبی داریم که پس والدین ما هم برخی از والدین تصورشون نیست که اگر این رقم با طفل خود برخورد کنیم ممکنه بسیار نازدانه بار بیایه، در زندگی با سختی هایی که در جامعه مواجه میشه نتونه که در برابر اون سختی مقاومت کنه، سعی میکنه طفل خود محکم اصطلاحا بار بیاوره و فکر میکنه که این رقم برخورد کردن مغایر است با این هدف. منظور شما رو فهمیدم. برداشت این میشه که من طفل خود بسیار نازدانه بار نیارم، در صورتی که من میگم محبت کردن و ارتباط عاطفی هیچ ربطی به نازپروردگی نداره. او کسی که میخواد طفل خود محکم و قوی بار بیاره در واقع در او محبت میکنه، محبت کلامی، لمسی، احترام، ارزش، و ای هیچ وقت هیچ فردی را من میگم ناز پرورده و نازانه و لوس نمی کنه، بلکه
او را دارای اعتماد به نفس میکنه، همراه با ای که والدین در شیوه فرزند پروری او امنیت خاطر و سلامت روانی را با طفل خود برقرار میکنه، در کنارش مسئولیت به طفل خود میده. ناز پروردگی زمانی است که طفل ما خواب است، ما غذا در دهانش بدم، ما کار شخصیش انجام بدم، ما بند کفشای طفل خود را ببندم. در صورتی که یک والدینی که از یک فرزند پروری صحیح برخوردار هست، همراه با احترام، همراه با عشق، همراه با یک رابطه عمیق عاطفی، فرزندش دارای مسئولیت هست، فرزندش دارای وظیفه است در خانه، فرزندش تمام کارهای شخصی خود رو خودش انجام میده. در واقع والدین یک نظارت بسیار خوب و مقتدرانه داره، نه سهلگیر است نه سختگیر است. یک تعادل اگر در روش فرزند پروری برقرار باشه، طفل ما یک طفل نرمال، یک طفلی که از سلامت روان برخوردار هست و عزت نفس فقط از ای خاطر اهمیت پیدا میکنه که طفل ما دارای احترام، دارای ارزش، و او طفلی احساس خوب بودن باعث میشه خب کارهای خود زیباتر انجام بده، در درس خواندن خود موفق تر باشه. یک وارد یک کار اجتماعی میشه، با شوق و اشتیاق میدانه که اگر من در خانه برم، خب قطعا والدین من از این کار و دستاورد من بسیار خوشنود میشه. پس موفقیت های او من میگم پشت سر هم بیشتر میشه، چرا که مورد تحسین قرار گرفته. در صورتی که ما یک انسانی خود ساخته، یک انسان مسئول داره، عزت نفس و اعتماد به نفس خلق کردیم، نه ای که ما کارهای شخصی رو انجام بدیم، محبت نکنیم، بوسیده یعنی طفل خود رو در آغوش نگیریم، نبوسیم، به خاطر ای که طفل ما ناز پرورده نشه، که او برعکس جواب عکس خواهد داد و طفل ما دچار آسیب روحی و روانی خواهد شد. چه خانم زینی اتفاق میفته ایست که برخی پدرها مادرها وقتی که با خود طفل خودشون تنها هستن روابط بسیار عاطفی و خوبی دارن، ولی وقتی در برابر دیگه افراد قرار میگیرن، من نمیفهمم چه اتفاق میفته که یا این طفل فراموش میشه. مثلا وقتی که مهمان به خانه میآیه، تمام توجه پدر مادر به سمت مهمان میره و به طفل خود توجه نمیکنه، یا مثلا در اجتماع دیگه مثلا طفل خود رو به مکتب روان میکنه، در برابر استاد، در برابر معلم با طفل خود خوب برخورد نمیکنه. مثلا با استاد، با معلم میگه که تو اصطلاحا میگه گوشت جانش از تو باشه، استخوانش از من باشه، هر رفتار که میخوای بایی بکنه میره درس برش یاد بده. یا وقتی که طفل خود رو به مکتب میره و استاد برش میگه که مثلا ای چرا درسی دیروز را نوشته نکرده، درس خود نخونده، مادر شروع میکنه به بدگویی از طفل خودش، یعنی نابود میکنه طفل خودش. چه اتفاقی است که میفته خانم زینب؟ من میگم این عدم دانش و آگاهی والدین رو میرسانه. شاید والدین او شناخت نه از خودشان داره، این مهارت را نداره که او ارتباط عمیق برقرار بکنه، و ای که با این تصور که من میگم این بیدانشی رو میرسانه که در واقع قصی ندارن، والدین میخوان که کودکشون بر رشد و کمال برسن، اون تا با یک شیوه بسیار اشتباه که جواب عکس میده و این ناآگاهیشان را میرسانه، و من میگم شناخت روی روش های فرزند پروری خود ندارن. در واقع فکر میکنن که از این لحاظ ما به طفل خود میخوایم کمک بکنم که طفل ما بر رشد برسه، در صورتی که با آسیب، در صورتی که وقتی با واقعه عاشورا تطبیق بدیم، امام حسین علیه السلام نگاه بسیار عزتمندانه نسبت به دیگران، خصوصا به اطفال داشتن. بله. اطفال مورد احترام قرار میدن. انشالله در همین زمینه در قسمت بعدی برنامه بپردازیم، اما قبل از او یک میان برنامه رو ببینیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم، بعد از میان برنامه در خدمت شما خواهیم بود. Oh.
بینندگان عزیز و محترم، بسیار خوش آمدید ادامه برنامه خودتان، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنیم. یک سلام ویژه تقدیم به شما عزیزانی که نو به جمع پیوستید. انشالله تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید. گفتگوی ما با کارشناس و محترم خانم حسینی ادامه داره به موضوع عزت نفس و درس هایی که از قیام امام حسین علیه السلام در این زمینه می شود گرفت. خانم حسینی عزیز، شما در مورد عزت نفس صحبت کردید و اینکه چقدر مهم است که در زندگی داشته باشیم و به این نکته اشاره کردید که بسیاری از ما والدین، پدرها و مادرها متاسفانه به دلیل ناآگاهی و اینکه اطلاعی نداریم در مورد فرزند پروری و نکات مهمی که در این زمینه وجود داره، ناخواسته کار می کنیم که در واقع تربیت ما تبدیل به ضد تربیت میشه و به جایی که کمک کنیم و طفل خودمون به او آسیب میزنیم. خب قطعا برنامه ما و برنامه‌ای که مانند این تهیه میشه، زحمت کشیده میشه، ارائه میشه به همین هدف است که برای اون مادرها یاد بگیرن که چگونه با فرزند خودشون تعامل داشته باشن. و در این قسمت ما از شما میخوایم که با توجه به موضوع برنامه که عزتمندی و عزت نفس در قیام عاشورا و به عنوان درسی که میشه در این زمین از قیام حسین علیه السلام گرفت، برای ما مواردی را ذکر بکنید که ما به عنوان پدرها و مادرها و والدین بیاموزیم، یاد بگیریم که چطور الگو بگیریم از حضرت امام حسین علیه السلام در این زمینه. بله، خود واقعی عاشورا واقعی است که همراه با عزتمندی است، عزتمداری است و امام حسین و تمام یارانشان انسان‌هایی بودند که از عزت نفس بسیار بالای برخوردار بودند و قیام کردن به خاطر عزت نفسشان. و امام حسین علیه السلام خب سپهسالار کربلا خودش یک الگوی کامل و یک پرشمداری هست که من میگم عزت نفس همیشه بالا نگه داشتن. امام حسین علیه السلام نگاهشون نگاه عزتمند به انسانها بود، نگاهی همراه با احترام، همراه با کرامت انسانی، همراه با ای که میفهمید در یک سختی بزرگ قرار داره و ای که انسان همیشه در سختی بوده و سختی ها هست که انسان سیقل میده، او را جلا میده، مثل الماس که میگه الماس داخل کوه هست، بسیار سیقل داده میشه تا بالاخره میشه یک الماس بسیار درخشان و گران قیمت. و انسان هم قطعا همینطور است که با سختی ها، واقع کربلا همش سختی بوده، از نگاه ما همش رنج بوده، همش بلا بوده، از دست دادن بوده، اما عزت و کرامت انسان ها حفظ شده. امام حسین علیه السلام از طفل 6 ماهه خود که سرمایه گذاری کرده در واقع ای بوده که ما زیر بار ظلم و ستم هیچگاه نمیریم، چرا که قطعا اگر معامله صورت بگیره، اگر عزت نفس خود زیر پا بذاریم، قطعا شاید جان سالم به در ببریم و یک موقعیت اجتماعی را هم کسب بکنیم. اما ما گفتیم، امام حسین میگه عزت نفس ما به قدری بالا هست که ما زیر بار ظلم و ستم نمیریم، حتی اگر در ای را جان خود از دست بدیم و خون خود از دست بدیم و اطفال خود که در صحنه کربلا وجود داشتن. یعنی امام حسین علیه السلام با اطفال بازی میکردن، به اطفال احترام میذاشتن و ای که نظرخواهی از اطفال میکردن، از نوجوانان خصوصا توی واقع کربلا. خب ما یک نوجوان 13 ساله داریم به نام عبدالله. خب تنها کسی که یک نوجوان است و از یک عزت نفس بسیار بالا برخورداره که خدمت عمویشون میرسه که من برای جنگ و جان دادن آمادم، و امام حسین با احترام که میخوای عزت نفس خود و عزت نفس یک نوجوان به نمایش بگذاره، خب میفرماید مرگ و شهادت در نظر تو چیست؟ و او طفل بسیار، من میگم زیبا جواب میده که شیرین تر از عسل است. این اوج عزتمندی یک طفل و یک نوجوانه که قطعا در یک خانواده رشد پیدا کرده که همیشه دارای احترام بوده، همیشه دارای ارزش بوده، و باز هم امام حسینی ارزش داره به طفل میده، از او به صورت سوال میپرسه. خب قطعا اگر یک نوجوان عادی باشه میگه خب مرگ بسیار ترسناک است، بسیار وحشت آور است، من ممکنه بسیار بترسم و با یک استراب روبرو شم، اما این طفل با جرأت بسیار میگه که مرگ و شهادت برای من از عسل شیرین تر است و من آماده هستم. و این میشه نگاه عزتمند و در واقع عزت نفس
باعث میشه که انسان به یک خودباوری برسه و این خودباوری موقعی که بسیار افزایش پیدا میکنه انسان قادر میسازه که مواجهه پیدا کنه با شرایط. و واقعی کربلا تمام انسانهایی که در صحنه و نهضت کربلا شراکت داشتن و خودباوری رسیده بودن و این خودباوری باعث شده بودن که با سختی ها، با مشکلات، با اسارت، با نگاه های بد دیگران، با خشم دشمنان روبرو و مواجهه شوه و خودباوری و عزت نفسشان حفظ شوه و آماده جان دادن باشه. برای خود موسنی بسیار جالب است همین واقعی که شما گفتید که پسر بزرگوار امام حسن علیه السلام به نزد عموی خودش میره. اگر هر کس دیگه باشه در چنین شرایطی عمو به عنوان یک بزرگتر شاید بله. بگه تو 13 سال بیشتر نیستی بله. تو عمری نکردی و نمیفهمی، نمیتونی در این بله. شرایط تصمیم گیری بکنی، ولی عمو بزرگوارشان کاملا حق را به ایشان میده، ایشان را به عنوان یک انسان عاقل و بالغ معامله میکنه، پرسان میکنه، جواب او را میگیره و در نهایت به انتخاب و احترام میذاره بله. نشان دهنده است که اگر یک نفر یک طفل در محیط درست تربیت شده باشه حتی با این سن کم هم میتونه که انتخاب کاملا درست بله. داشته باشه. و کسانی که از ذات نفس برخوردارن تکمیل حرف شما که میتونن انتخاب درست داشته باشن، میتونن با شرایط یک مواجهه عاقلانه داشته باشن، نه ای که از روی احساسات باشه، همیشه همراه با عقل، تدبر و مدیریت. و تمام عوامل عزت نفس که در نهضت عاشورا بررسی میکنیم به این میرسیم که مدیریت بسیار خوبی بوده کسایی که دارای عزت نفس مثل امام حسین، کسایی که خودباوری و خودکنترلی با شرایط داشته و عاقلانه برخورد کرده. تمام اعضایی بودن که در نهضت کربلا حضور داشتن، از حضرت زینب حتی از دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام که دارای عزت نفس بودن، که یک طفل 3 سال است در واقع عاشورا. خب میبینیم که حضرت رقیه سلام الله پدر صدا میزنه در صورتی که خب میتونست بسیار زجه کننده باشه، اما مقاومت یک طفل 3 ساله بسیار شیرین است که در رویا در خواب دنبال پدر میگرده. منتها من میگم دیگه خود کنترلی و خودباوری هم رسیده ای طفل، شرایط میبینه، درک میکنه و حس میکنه با تمام وجود با او که یک طفل 3 سال است. و حضرت زینب سلام الله که خودش مدیریت داره، خودش دارای یک برنامه ریزی هست، خودش دارای یک هدف و خودش سردم داره، چرا که پرستاری میکنه از اطفال، پرستاری میکنه، مدیریت میکنه از اسیرا و بسیار زیبا وارد میشه و خودش میگه که ما جز زیبایی چیزی ندیدیم، جز ای که زیبایی بود ما چیزی رو ندیدیم. در جواب یزید که میگه خب چقدر خوب شد که خودت با چشمای خودت دیدی که خدا با ما بود، شما شکست خوردی و ما پیروز میدان بودیم. خب قطعا اگر من بگم یک انسان عادی بود شاید بسیار زجه میزدیم، بسیار میزدیم، شاید سرکوفته میشدیم، شاید احساس حقارت هم میدادیم، میگفتیم راست میگه، شرایط که این رقم نشان میده و وا برنده است. در صورت که حضرت زینب با افتخار و غرور میگه ما جز زیبایی چیزی ندیدیم، در ظاهر شکست خورده هستیم. مسئله بسیار عجیب است، چون وقتی که ما به زندگی روزمره خودمان نگاه میکنیم، وقتی کمترین و کوچکترین سختی در زندگی به ما عارض میشه، معمولا ما انسان های به خصوص خانم های رقم هستیم، خود زود میبازیم، روحی خود از دست میدم، دوچار فروپاشی عاطفی میشم، یک نفر از خانواده گرفتار یک مثلا بشه، یک نفر از خانواده خدای نکرده جان خود از دست میده، احساس میکنیم که دنیا به آخر رسیده، احساس میکنیم چیزی دیگه برای ما نمانده. ولی وقتی نگاه میکنیم حضرت زینب سلام الله علیها که چه برخوردی میکنن، چقدر مستحکم است، خود از دست نمیده، چه سخنرانی غرا میکنه، هر چقدر هم که بگویم خانم آموزش دیده، هر چقدر هم که بگویم خانم بالاخره در از خاندان کسانی بوده که اینها همه سخنرانان بسیار برجسته بودند، اینها بازم به عنوان یک زن داغ دیده بسیار سخت است که انسان بتونه خود کنترل بکنه. و اینها همه نشون دهنده است که اینها از مدت های قبل عزت نفسشان کار شده، پرورانده شده، الان با یک روحیه بسیار قوی در برابر واقع ایستادن.
و این میتونه یک الگوی بسیار کامل و نمونه برای ما باشه که بتونیم درس بگیریم از بزرگوارا. درست است. بسیار عالی. خانم حسینی عزیز، در حدود کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم، مگر یک جمع‌بندی بفرمایید. بسیار تشکر. خب، خود عزت نفس، احترام، حرمت نفس، دوست داشته شدن، عزیز شدن یک انسان نسبت به خودش، و قطعا کسایی که این خصوصیات داشته باشه میتونن یک ارتباط مؤثر و خوب و دوستانه با دیگران برقرار بکنند. در واقع کسانی که عزت نفس داره هم احترام به خودشون میذاره، این احترام باعث میشه احترام به دیگران بذاره، و این احترام گذاشتن به دیگران احساس مسئولیت برای افراد میاره. و کسایی که عزت نفس دارن انسانهایی هستن که واقع بین هستن، انسانهایی هستن که برخورد عاقلانه با شرایط و سختی ها داره و یک مدیریت بسیار منسجم میره انجام میده. و وقتی خود عزت نفس بررسی میکنیم، عواملش، کاهشش و اثرات مثبتش همه رو در واقع عاشورا میبینیم که تک تک افرادی که در واقع عاشورا حضور داشتن دارای عزت نفس، کرامت انسانی بودن و عزتمدار زندگی کردن و عزتمندانه به شهادت رسیدن. و این درس بزرگی است که ما هم برای کسب مهارت عزت نفس اگر نداریم، اگر کمکاری کردیم، اگر باعث شدیم که یک انسان از کاهش عزت نفس برخوردار شود، من میگم دیر نشده و باز هم تلاش بکنیم که مهارت عزت نفس برای خود و برای دیگران افزایش بدیم، چرا که مهمترین اصل شخصیتی یک انسان است. درست است. بسیار بسیار تشکر از شما خانم حسینی عزیز. ما در واقع عاشورا هم تو که شما اشاره کردید مسئله رو داریم که امام حسین علیه السلام بهش پیام آمد که تو میتونی انتخاب بکنی یا تسلیم یزید شوی و یک مجوری که کشته شوی ما تو را نمیمانیم که بروی، و امام حسین علیه السلام تسلیم حرف ناحق یزید شدن را نمیتونن که بپذیرن و این مسئله را رد میکنن و در نهایت او اتفاقی که نباید متاسفانه میفته و ایشان به شهادت میرسند، گرچه که قطعا حکمت خدا در این مسئله بوده و رازها و رمزهایی است که ما بعد از سالها در تلاش هستیم که این رازها و رمزها رو رمزگشایی کنیم، ولی خب قطعا به بخش از اون میتونیم که دست پیدا کنیم. بسیار تشکر میکنم باز هم از شما، از زحمتی که کشید و به برنامه تشریف فرما شدید. از شما بینندگان عزیز و محترم هم تشکر میکنم. عزیزان، تا این لحظه بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده روشن از تلویزیون جهانی هادی بودید. امیدوارم که این برنامه همچون برنامه گذشته برای شما عزیزان مفید بوده باشه. برنامه را از طریق اینترنت هم میتونید ببینید، هم این برنامه هم برنامه های گذشته را از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی و همچنین از طریق فضاهای مجازی مثل یوتیوب و آپارات میتونید برنامه را ببینید. شبکه را از طریق فضاهای مجازی در تلگرام و دیگر فضاهای مجازی دنبال بکنید و نظرات خودتان را برای ما بگذارید. ما بسیار بسیار خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم. باز هم تسلیت میگم به مناسبت شهادت امام سجاد علیه السلام و به همراهی کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.